با درود و حرمت فراوان خدمت شما عزیزان بیننده کانال نخبگان، خوشحال هستم که بار دیگر ما هارون مجیدی در خدمت شما قرار دارم. امروز در رسانه ها شنیدیم و خواندیم که گروهی از دانشجویان دانشگاه بلخ، دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلخ میخواستند که جشن فراغتشان را تجلیل بکنند، اما از سوی اعضای گروه طالبان ممانعت شد و به اونها اجازه دادن نشد که اینها جشن فراغتشان از این دانشکده برگزار بکنن. اونها با دل اندوهگین در یک بخش کوچک یک فضای بسته در میان خانواده خودشان، چنانی که در خبرها آمد، از فراغتشان از دانشکده زبان و ادبیات فارسی تجلیل کردند و جشن گرفتند. ما میبینیم که دشمنی با زبان و فرهنگ فارسی در افغانستان گذشته دراز دامنی داره، ولی با تسلیم دهی افغانستان به دست گروه طالبان هفته و ماه نیست که چند خبری از دشمنی های این گروه با زبان فارسی و تلاششان به حذف زبان فارسی و هویت فارسی نباشیم. پیوسته ای تکرار شده در این برنامه روی چرایی این دشمنی و اینکه حاصل این دشمنی ها چی بوده و چه کار میشن انجام داد در خدمت جناب میراحمد لومانی نویسنده و پژوهشگر هستیم. جناب استاد درود بر شما، ممنون از این که لطف کردین و بر ما فرصت گذاشتین. در آغاز میخوایم که از شما بپرسیم و بدانیم که چه کسانی از چه زمانی و چرا در افغانستان دشمنی با زبان و فرهنگ فارسی را آغاز کردیم. عرض درود و عرض ارادت خدمت شما جناب آقای هارون مجیدی و بینندگان کانال خوانندگان نخبگان، معذرت میخوام، یعنی بینندگان شما که کانال شما را و گفتمان شما را و مصاحبه شما را دنبال میکنند، برای عزیزان هم، برای تیفه عزیزان هم درود و احترام تقدیم میدارم. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و خوشحال هستم که در خدمت کانال شما هستم و خوشحال هستم که در یک گفتمان دیگری حضور دارم. ما هر گفتمانی که صورت میگیره با دوستا، با عزیزان، با سروران، دیدگاه ما و نظرگاه ما این است که ما برای تاریخ سخن میگوییم، ما برای نسل‌های امروز و برای نسل‌های آینده سخن میگوییم، ما بر مبنای یک مسئولیت و بر مبنای یک رسالت ما سخن میگوییم و پیام میرسانیم، پیام این نسل، نسل که ما امروز بار مسئولیت تاریخی این نسل را بر دوش میکشیم، نسل که در آینده ها نسبت به ما قضاوت خواهد شد، نسبت به ما نظر داده خواهد شد و نسل های آینده بدون شک. و ما این است که گفتمان ما، تلاش های ما و کوشش های ما برای تاریخ، برای امروز و برای نسل های آینده و در راستای ادای دین مسئولیت تاریخی هست. بنابراین من این صحبت ها را من دست کم نمیگرم و از شما و از بینندگان شما و از عزیزان که مخاطب هستن نسبت به این مسائل توجه بکنن و در راستای همرسانی و پیام رسانی این سخنان احساس مسئولیت بکنن و عزیزان کوشش بکنن خودشان از زوایای مختلفی صحبت ها را بشنون و حد المقدور پیام رسانی بکنن، پخش بکنن این صحبت ها را. ما چیزی که داریم، چیزی که در دسترس داریم، همون چیزی که داریم در این وضعیت موجود در راستای مبارزه با ستم تاریخی و در راستای رهایی تاریخی باید تلاش بکنیم، ازش استفاده بکنیم. اگر پلخمان داریم از پلخمان، اگر غلک داریم از غلک، اگر سنگ داریم از سنگ، اگر تفنگ داریم از تفنگ و اگر سلاح‌های پیشرفته‌ای داریم، یعنی هر آنچه در دست داریم، یعنی این مجموعه‌ای که ما حالا هستیم به این مقطعی از تاریخ، یار و یاور و صدا و پشتبان و کمک کننده ای هم دیگر باشه. ممنون شما، در خدمت شما هستم جناب آقای مجیدی گرامی.
ممنونتان، بسیار تشکر. یکی از سوالای مهمی بود که در این مقطع و در این شرایط چگونه میشه که روی این مباحث و این مسائل بیشتر بحث کرد و صحبت کرد. ممنون از این که شما لطف کردین پیشاپیش به این مورد پرداختین در آغاز صحبتانتان. ولی با پرسش شما برمیگردم که من میخواستم از شما بدانم جناب لومانی که چه کسانی و چه زمانی و چرا در افغانستان دشمنی با فرهنگ و زبان فارسی را آغاز کردیم. جناب مجیدی گرامی، از زمانی که ما حاکمیت خانه و سرزمین خود از دست دادیم، از زمانی که بیگانگان بر ما حاکم گردید، از او زمان دشمنی و عناد با زبان فارسی آغاز یافت. یک مقطعی از تاریخ هست که مربوط به 1400 سال قبل میشه که ما نگاه بکنیم، یک هجوم سرعت میگیره در این جغرافیا و یک شکست سنگین ما متحمل میشه، نیاکان ما متحمل میشه متاسفانه بنابر علل و عوامل مختلف. و بعد از اون وضعیت به طور میشه تمام مکتوب ها، نوشته ها، آثار های علمی، تحقیقاتی و همه چی به زبان بیگانه هست، یعنی زبان فارسی از این جغرافیا رخت بر میبندن. اما بازم در یک مقطع بعد از 200 سال 200 چند سال فرزندان از این سرزمین، از این جغرافیا سر بلند میکنه و شمشیر از نیام بر میکشه و قیام میکنه و خطاب به تاریخ، خطاب به ماحول و خطاب به زمان خود و مردمای خود خطاب میکنه که خب مطلبی را که ما بر نمیتابم میشه به این زبان برای من شعر مسرایی و زبان فارسی را با زور شمشیر، با انسجام و اتحاد و همبستگی ملی پس در این جغرافیا زنده می سازم و اون روی زبان فارسی رو دوباره در کالبوت جامعه ما زنده می سازم. یک مقطعی از تاریخ هست و مقطع دومی که از فردوسی پدر هست، فردوسی بزرگوار هست که میاد شاهنامه ها رو جمع آوری میکنه، دوباره روی این موضوع 30 سال 40 سال 60 سال تلاش میکنه تا دوباره هویت ما رو زنده بسازه و زبان فارسی رو زنده بسازم. من با بعضی از دوستان که صحبت داشتم روی این مسائل من زیادتر صحبت کردم. بعضی دوستان فردوسی رو متأخر میدانن، فردوسی رو متعلق و قرن چهارم میلادی میدانن و تاریخ را به پیشا فردوسی توجیه میکنن. اما فردوسی خودش آغازگر شاهنامه نیست، فردوسی تداوم دهنده یک خط سیر تاریخی است که خدای‌نامه ها است و شاهنامه ها است و تاریخ بیان میدارن کسانی که قبل از فردوسی شاهنامه خوانی کردن یا شاهنامه را نوشتن یا جمع‌آوری کردن به شکل فجیع به قدر رسیدن و بالاخره تا نوبت فردوسی میرسد. فردوسی یک مسیر طولانی تاریخی را دوباره در شاهنامه جمع‌آوری میکنه. فردوسی مربوط به قرن چهارم میلادی نیست یا قرن پنجم، آغاز قرن پنجم. فردوسی از گذشته های دور پس دوباره جمع‌آوری میکنه این زبان را و زنده میسازه زبان فارسی را. ما اگر تاریخ را همچنان لنگان لنگان بیاییم پیش، خب زمانی که ترک‌ها در این سرزمین حاکم بودن، بخش مکتوب و کتابت در دست نیای فارس تبار و فارس زبان ما و شما بوده. زمان غزنویان ما در نظر بگیره، مثلا بیهقی بزرگ از فردوسی پدر هست و شاعرای دیگری هستن، اما قدرت در دست ما نیست، ما در ردیف دوم قرار داریم. اینجاست که حسنک که وزیر بردار میکشن و به صدها بار بر فارس تبارای غور میتازن، بر فارس تبارای زابل میتازن و از اینجا جا به جایی بیگانگان در ترکیب سپاهی و غزنویان در اینجا آغاز میگن، یعنی آغاز بدبختی ما از همونجا هست. و بعد من تاریخ سریع گذر میکنم، در زمان عبدالی ها هم زبان فارسی در زبان دربار هست، زبان نوشتاری هست، اما قدرت در دست ما نیست. یعنی این خیلی مهم است که ساختار ما فارس زبان ها یا فارس زبان ها دیدی نسبت به قدرت یا دیدگاه نسبت به قدرت نداشتیم، در حاشیه بودیم، به عنوان کاتب، به عنوان نویسنده، به عنوان شاعر، به عنوان تاریخ نویس حضور داشتیم، اما قدرت و حاکمیت در دست کسای دیگه بودن. بازم به هر صورت به یک شکل دنگان لگان ما پیش میم تا زمان عبدالرحمن خان یک قتل عام ما صورت میگره، اما به شکل سیستماتیک و به شکل هدفمند حذف زبان فارسی از جغرافیای افغانستان از زمان امان الله خان آغاز میابند. یعنی امان الله خان برگرفته از اندیشه پانترکیسم ترکیه
و متباقی کشورهای حتی آلمان ما میتونیم در نظر بگیریم برگرفته از این اندیشه ها میان محمود طرزی و این امان الله خان و اطرافیانیان که یک مقدار در کشورهای غربی درس خوانده بودند یک مقدار نسبت به مسائل آگاهی داشتند آمدن زبان دشمنی اناد یا حذف هدفمند زبان فارسی را که از این جغرافیا خاصگاه و اون مرکز اصلی زبان فارسی است از اینجا یک دشمنی و یک اناد هدفمند و آگاهانه و سیستماتیک آغاز می‌یابد و این تا امروز دوام دارد و شکل بعد از زمان امانی زمان ظاهر این تداوم داشته از زمان داوود این تداوم داشته از زمان بقیه حکام غیر فارسی این تداوم داشته و تا امروز تداوم داره متاسفانه و تونستن تا به اندازه خیلی زیاد بر ما آسیب وارد هم بسازه بر زبان فارسی آسیب هم وارد بسازه و در اینجا خیلی خلط هویت بکنن ما دچار سردرگمی بکنن کم و بیش موفق هم بودن. بله که خب بیگمان در این سالها با ای که تلاش کردن زبان فارسی را زیر عنوان زبان دری هم تقسیم بندی بکنن ادامه هم سلسله دشمنی است که تا امروز هم میبینیم که پیوسته تکرار میشه و چه بسا که حال گروه طالبان هم تلاش میکنه این شعار را همچنان بلند نگه دارن. ولی با تسلط گروه طالبان بر افغانستان میبینیم که این دشمنی تشدید شده رفته. طالبان این دشمنی را از کجا میگیرن؟ ما میدانیم که گروه طالبان طلبه های مدارس هستند، مدرسه ها هستند. چگونه تانستن که این تسلسل تاریخی و دشمنی را که در تاریخ از زمانی که جغرافیا به نام افغانستان نامگذاری شده را شما یاد کردین، ولی خب چطور طالبان امروز آمدن او میراث را میخواین ادامه؟ جناب مجیدی گرامی، طالبان تداوم از همین سلسله هست. ما حتی 20 سال حضور جامعه جهانی رو در پارس شرقی یا در خراسان یا باختریان من از کاربرد واژه افغانستان من رنج میبرم. یک واژه تحمیلی هست، واژه جهل هست. در اینجا در 20 سال حضور جامعه جهانی همین موضوع به شدت جریان داشتن. یعنی طالبان یک چیزی با این توانمندیهایی که اینا دارن این کار خود طالبان نیست، اگه همون کسایی که در ساختار جمهوریت در 20 سال حضور داشتن اینا خب بسیار به شکل سیستماتیک و هدفمند در راستای قدرتمندی و قدرتگیری طالبان سهم داشتن، فعال بودن. ما نظر به شواهد محکم چندین میلیارد دلار در راستای بازدهی یا بازپروری طالبان از طرف زمان حاکمیت آقای کرزی و اشرف غنی احمدزی اینا مصرف شدن. در سطح ملی و بین المللی تلاش شد که طالبان وجهه پیدا بکنن، طالبان قدرت بگیرن و به اصطلاح اینا از زندانیایی که در زندان بودن زندان نبودن، اینجا برای طالبان آموزشگاه بودن، آموزشگاه اینا در لوگر داشتن و در دیگر مناطق بودن. یعنی طالبان تداوم اون زمان سلسله هست. تنها وقتی که زمان حاکمیت شهید استاد ربانی سلسله حاکمیت از دست از اونا ساقط کردید که متاسفانه یک وضعیت یا یک موقعیت بسیار حساس تاریخی، یک موقعیت بسیار طلایی تاریخی در دست فارس زبانان یا فارس زبانها در جغرافیای پارس شرقی حادث شده بود، حادثه تاریخی بود. ما متاسفانه این فرصت را ما نتونستیم درک بکنیم، جامعه ما نتونست درک بکنن. علل و عوامل مختلف پس از هر جهت، از هر جبهه، چی جبهه فارس‌تبارایی که مرتبط به هزارها هستن و فارس‌تبارایی که مرتبط به تاجیک ها هستن نتوانستن عمق موضوع را درک بکنن، نتونستن که به اون ریشه های موضوعی که حادثه تاریخی هست پی ببرن. ما نتونستیم. اینمی یک مقطع است که حاکمت از دست از نا در رفته بود، حاکمت از دست از نا خطا رفته بود و پس اینا دوباره خود جمع جور کردن. جا به جایی کسایی که نفوذی های ستم تاریخی هست در درون جبهه مقاومت، در درون شورای نظار، در درون جمعیت، اینا هدفمند اینا کار کردن، بسیار مزرم زیرکانه ستم تاریخی کار کردن و از درون دوباره ما را متلاشی ساختن و از کودتا اینجا صورت گرفت، بسیار هدفمند کودتا صورت گرفت.
دستگاه های یا زاویه های مثلث شیطانی در اینجا شکل گرفت که هر کدوم از این زونه های مثلث مثل آقای خلیلزاد و نمیفهم دکتر عبدالله و حامد کرزی و امثال از اینا شخصیت دست کمی نیست، اینا در سطح منطقه و جهان اینا لابیگری داشتن، شناخت داشتن، جناب استاد ربانی شهید ربانی رو خانه نشین کردن و حاکمیت به دست گرفتن و از همون زمان و شکل هدفمند اینا دوباره طالبان رو سر قدرت آوردن و امروز طالبان سر قدرت آمدن. با کدام جنگ اینا قدرت گرفتن؟ با چی ترور کردن؟ عملیات کابل ناامن ساختن، مسیر راه ها رو ناامن ساختن و مناطقی هم که سقوط کرد یعنی کم توجهی یا عدم امکانات رسانی دولت مرکزی بود که طالبان تونست قدرت به دست بگیرد. طالبان درست تداوم حاکمیت اونزمو حاکمیت اشرف غنی هست، تداوم حاکمیت کرزی هست، تداوم حاکمیت نادر و داوود و عبدالرحمن خان و ملا عمر هست، یعنی یک پدیده جدید نیست. در درون ساختار طالبان که امروز اینا حاکم هستن، شما نگاه بکنین یک ساختار اینا به وجود آوردن، اون ملایی که از مدرسه حقانی پاکستان آمده یا مثلا از جای دیگه آمدن، این همه تعالمندی ندارن. تمام کسایی که در ساختار حکومت من نام مشخص نمیبرم در زمان حاکمیت چپیا بودن، راستیا بودن، دموکرات ها بودن، لیبرال ها بودن، به شکل آشکار و به شکل پنهان در ساختار حاکمیت طالبان دخیل هستن، به عنوان کارشناس، به عنوان نظر پرداز کار میکنن و در سطح ملی و بین المللی کوشش میکنن برای طالبان لابیگری بکنن، برای زنا به اصطلاح زمینه مساعد بسازه که نا بیشتر شناخته شود و پایدار بمونه. یعنی من سخنان خود صحبت بکنم، جمع بکنم، جمع‌بندی ما این است که طالبان پدیده جدید نیست، طالبان درست تداوم حاکمیت های استبدادی گذشته هستند. بله جناب لومانی، در کنار از این اگر ما یک فشرده جمع‌بندی روی ازی داشته باشیم که حاصل این دشمنی بر زبان فارسی چی بوده؟ خب ما گذشته تاریخی زبان و فرهنگ فارسی را میفهمیم که ملت‌های زیادی، هویت‌های زیاد دیگری هم در گذشته درازدامن تاریخ با زبان فارسی دشمنی داشتن، که خب در این برنامه فرصت از این که ما و مباحث هم مطرح کنیم نیست، ولی حداقل از حاکمیت های اخیر و متأخری که در افغانستان بوده و شما از او یاد کردین، میشه که روی از این تمرکز داشته باشیم که حاصل دشمنی در برابر زبان فارسی چی بود؟ خب جناب مجیدی گرامی، حاصل از این دشمنی تعریف هویت هست، تعریف تاریخ هست. حالا نگاه بکنم اصلا زبان دری، زبان فارسی، مصطلحاتی که اینا به وجود آوردن در این جریان چند سال که اینا فارسی ستیزی را آغاز کردن، بسیار کار کردن، کار کرد از اینا سردرگومی امروزی ما هست. ما نگاه بکنم مثلا جغرافیایی که مربوط به نیای ما و شما هست، مربوط به نیای فارس‌زبان ها هستن، فارس‌زبان ها هستن، این جغرافیا جغرافیای ایران تاریخی است و این جغرافیا جغرافیای پارس شرقی است. یعنی من این مسائل که من صحبت میکنم با قاطعیت و با اسناد و شواهد، به خصوص شواهد تاریخی و میدانی، همین حالایی که ما و شما با اینجا صحبت میکنم با هم دیگه به زبان فارسی صحبت میکنم و این زبان میراث نیای ما است. یعنی از نیای ما یعنی چیزی نیست که پدیده جدید باشد، زبانی از 70 پشت، از 100 پشت زبان نیای ما است. بنابراین این منطقه جغرافیای پارس است، پارس شرقی است. و جغرافیای ایران تاریخی مثلا زابلستان ما نگاه بکنیم، یک بخش مهم از ایران تاریخی است. کیانیان ما نگاه بکنیم، یک بخش مهم از ایران تاریخی است. بلخ یا بوخدی یا مثلا معبد نوبهار بلخ، اینا رو نگاه بکنیم، یک بخش مهم از ایران تاریخی است. از اینا سند در ریشه در شاهنامه ها و ریشه در اوستای بزرگ دارم. اما اگه برای یک انسانی که بومی هست، اگه برایش بگم که تو افغان هستی، بگم بله من هستم، من به افغانیت خود افتخار میکنم، به شملی افغانی افتخار میکنم، به وطن افغانی افتخار میکنم، به بیرق و درفش افغانی من افتخار میکنم. اما اگه برایش بگم تو ایرانی هستی، میگم من هستم، فوش میده ایران را. اگه بگم تو فارسی هستی، فوش میده، من فارسی نیستم. یعنی این نتیجه بازتاب اون زمون صد و اند سال کار مثمر و هدفمند ستم تاریخی هست که امروز برای نسل امروز یک سردرگمی تاریخی به وجود آورده
و ما حصول نظامی سردرگمی تاریخی است که ما امروز یک جبهه متشکل نداریم، یک سازمان متشکل نداریم، یک تشکلات سیاسی متشکل نداریم، قدرت نداریم، نیرو نداریم، ایستادگی نداریم، برنامه نداریم، طرح نداریم. این نتیجه اون نظام دشمنی پیوسته و تخریب پیوسته ستم تاریخی است که ما امروز به این سرنوشت دچار شدیم. ما صاحب خانه ما نیستیم، صاحب زادگاه ما نیستیم. من امیدوار هستم که صحبت ها برای تاریخ بمانه، من امیدوار هستم که صحبت ها برای نسل آینده بمانه، نسل آینده قضاوت نکنن که همه نسل ما، نسل مثلا دهه 2000 یا همه مرتبط به معاهده بن بودن. نه، باید بدانن که در درون از این نسل کسایی بودن که تلاش کردن. ما امروز وضعیت ما در وضعیتی هستیم که ما گیریم مثلا وطن ما را، پارس شرقی را، یا خراسان یا باختران را به یک خانه اگر ما ترسیم بکنیم، یک ویرانه اگر ما ترسیم بکنیم که ویرانه هست در سطح منطقه و جهان ویرانه هست، اما مصیبت از آنجا است که ما اجازه بازسازی این خانه را نداریم. این خانه را نتنه، یک وقت هست که یک ویرانه در مقابل ما هست و ما میتونیم این ویرانه را بسازیم. ما همت بکنیم، ما با هم دیگه متشکل بشیم، ما دست به دست هم دیگه بدیم این ویرانه رو بسازیم. اما مشکلات ما مشکل تر از اون هست. ما این ویرانه هست و این ویرانه رو هر روز خرابتر میکنن. نیدن ما اجازه نمیدن که ما این رو بسازیم، بلکه حتی خرابتر میسازن، این رو ویرانتر میسازن، بدنامتر میسازن، بیگانه‌تر میسازن. و این نتیجه اون زمون جعل هویت و جعل تاریخ است که نسل امروز ما اینقدر از هم پاشیده هست، اینقدر نسبت به همدیگر بی اعتماد هستن، اینقدر ما هم زبان همدیگر رو نمیفهمیم، ما همدیگر رو درک نمیکنیم، ما نسبت به همدیگر احساس بیگانگی میکنیم. این نتیجه کار سیستماتیک و پیوسته صد و اند سال فارس ستیزی و هویت ستیزی ستم است که در جغرافیای پارس شرقی اینا کار کردن و به این مرحله ما رسیدیم. بله، در حداقل 20 سال نظامی که گذشت، خب معلوم دار که این دشمنی ها اوریانتر و علنی تر به دلایلی شد که رسانه های متعددی بود، فضا و جامعه فرق میکرد و او دشمنی هایی که نظام های پیشتر میتونستن به گونه فشار و غیر علنی تا حدی هم علنی، ولی با روش دیگه که در برابرش اعتراض های علنی صورت نگیره انجام میشد. خب در 20 سال گذشته بودن بخش ها و گروه هایی که از طریقه های مختلف در برابر او دشمنی که صورت می گرفت اعتراض می کردن، اعتراض می شد، رسانه های به زبان فارسی بود که خب اعتراض ها را بازتاب می دادن، بحث ها و گفتمان های هم در این ارتباط صورت می گرفت. ولی اگر یک جنبندی هم از کم توجهی خود فارسی زبان ها در طبقات و قشرهای مختلف داشته باشم، در طول حداقل ستمی که در حاکمیت های گذشته بوده، اینها چقدر خود فارسی زبان ها کم توجه بودن و در قسمت امی تداوم دشمنی به زبان فارسی چرا تلاش و پیکار نکردن که بتانن ممانعت ایجاد بکنن در برابر دشمنی با زبان فارسی؟ جناب مجدی گرامی، تبر مگه دیسته تبر از خود ما هست. ما یک اشاره پیشتر خدمت شما کردم که در دربار و در حکام کاتبه ها و کارهای فرهنگی را همهش ما انجام می دادیم. یعنی در تمام دربارها وقتی که ترک ها در این سرزمین حاکم بودن و چی در زمانی که افغان ها در این سرزمین حاکم هست و حتی همین حالا طالبی که از کوه آمده، از کوه پایین شده و تفنگ داشته و بشکه زرد داشته و درس نخوانده، سواد نداره، نمیتونه روی مسائل کار فرهنگی تمرکز بکنه. همین حالا یا حالایی که هم هست، اگر ما دقت بکنم در درون ساختار حاکمیت طالبان، کارهای فرهنگی و کارهایی که فنی هست بچه های موشوم هستن که انجام میدن. ما نگاه بکنیم در تاریخ واژه های مثل پوانتون، واژه های مثل پواندوی، پوانزای، نمیفهم و و و اینا رو کیا ابداع کردن، کیا اینا رو به خورد دشمن تاریخی ما دادن در مقابل واژه های دانشگاه. پوانتون رو کی ابداع، در تاریخ مشخص است، من نام نمیبرم.
ما یک بخش از تحصیل کرده های ما، یک بخش از درس خوانده های ما متاسفانه در لای منگنه تحقیر، در لای منگنه توهین، در لای منگنه فقر له شدن. هویت، زبان، شخصیت، رسالت، مسئولیت و وجدان تاریخی خودشان فروخت. ما دیگه بخش زیاد مهمه مسائلی که امروز روی شانه های ما، روی شانه های این نسل سنگینی میکنم، ما حصول کوتاه نظری، کم فکری و کم توجهی نیاکان ما و شما هست. از یک زاویه ستم تاریخی به طور مثال آمده یک کسر تا سرحد مرگ تحقیر کرده، تا سرحد مرگ رو تهدید کرده، رو گرسنه نگه داشته، در فقر نگه داشته و بعد یک ماموریت، یک ویچگر، یک مدیریت، یک نام استاد برایش داده و بعد از او مثل خر بارکش فرهنگی است پیش از او ساخته و از او استفاده کرده. در دربار غنی ما دیدیم که خر بارکش فرهنگی کیا بودن. این یک نمونه بسیار کوچکش در دربار زایر هم بودن. واژه دانشگاه و نمیفهم پانزای و نمیفهم زیزرنتون و نمیفهم بیمارستان و همه را اینا ما نیاکان ما و شما ابداع کردن و خلق کردن. ما مسئولیت داریم، نیاکان ما مسئولیت داشتن و ما مجبور هستیم این مسئولیت را پاک بکنیم. یک چیزی که من خدمت شما عرض بکنم جناب آقای مجدی گرامی، ما به یک نتیجه، ما خودم به یک نتیجه رسیدم که هزاره و تاجیک یک نژاد، یک تبار، یک هویت است. ساختار جغرافیا، ساختار فرهنگی، تاریخ این شواهد است، این شواهد عینی است، میدانی است. یک دانشمندای خارجی چنین نوشته کرده، دانشمندای داخلی چنین نوشته کرده، این دانشمندای دستوری که درون دربار معاش گرفتن نوشته کردن، تاریخ نویسای ما هم درباری بودن خیلیشون. این یک وقت یکی هستن به اساس گفته شما، پس چرا اختلاف بینشان از باز؟ میبینیم که حداقل دمی ما پس از آمدن گروه طالبا تشدید میشن، اینا هم بین هم میزنن و یکی دیگه خودشان قبول نمیکنن، میبینیم که شکاف ها بیشتر است. جناب مجید صاحب گرامی، در کجای اینا چی دارن؟ اگر در هر جای اینا شکاف داشته باشد، همین حالا یک ملاحبت الله خیالی سک اینمی کتلی که مثلا افغان ها یا پشتون های دوسوی خط مرزی دیورن، به خصوص این طرف خط مرزی دیورن که اینا تفکیک ندارن، در محوریت اون زمان ملاحبت الله خیالی باور که اگر ملاحبت الله خیالی رو بردارن، اینمی قلم رو سر از یک رنگ بندازن، سر یک امامه بسته بکنن، یک نام برش بارن، در محوریت این زمین، در ساختار قدرت چشم دیدی نسبت به قدرت اینا با هم متحد خواهد بود. در مسائل خوردرز ممکن با هم دیگر مشکل داشته باشند. در مسائل خوردرز ممکن است در تقابل هم دیگر قرار بگیرند. اما برای حذف ما و شما، برای حذف فارس‌تبارها، برای حذف بومیان اینا با هم متحد هستند. وقتی که در پنجشیر احساس خطر میکنند، از چهار گوشه ای از سرزمین شغالوار، کرکدنوار در پنجشیر میریزند. برایشون تفاوت ندارن. در هر نقطه دیگه هم اگر اونا احساس خطر بکنن، متحد در اونجا میریزن، با هم متحد هستن. یعنی در هر موضوعی که اگر اونا با هم اختلاف داشته باشن، در دید قدرت، دید نسبت به قدرت، اونا با هم متحد هستن. در محورت زبان پشتو، در محورت زبان افغانی و در سرکوب فارس زبان ها، اینا با هم دیگه متحد هستن، با هم دیگه اختلاف نظر ندارن و در تاریخ هم اختلاف نظر نداشتن و ای اونمو نبض موفقیت از هستن که 300 سال بر گرده ما سوار هستن و بر ما حاکمیت دارن. بله جناب لومانی، گذشته از اینها، خب ما وقتی روی فارسی زبانان افغانستان صحبت میکنیم و صحبت داشتیم، کم توجه هایی که صورت گرفته بگمان دلایل زیاد است، نمیشه خب در این صحبت فشرده که می داشته باشیم به تمام موارد بپردازیم، ولی آرزو می برم که در ادامه و در صحبت های دیگه هم بتانیم روی بحث های ریستر دیگه هم برسیم و این را با مخاطبانمان تقسیم بکنیم. اما از طرف دیگه میفهمیم که زبان و فرهنگ فارسی یک گستره کلانتری داره که حالا به اساس تقسیم بندی های
جغرافیایی بیشتر مربوط به افغانستان، تاجیکستان و ایران میشه و تلاش های هم عرازگاه از ایجاد همگرایی میان کشورهای فارسی زبان مطرح میشه. در دیدار اخیری هم که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور تاجیکستان داشت، بار دیگه هم ما دیدیم که از تلاش ها برای ایجاد حداقل اتحاد کشورهای فارسی زبان صحبت میشه. میخوایم که از شما بدانم که چقدر ای اتحاد میتونه کمک بکنه برای زبان و فرهنگ فارسی، برای گسترشش و برای از ای که روی ای زبان و ای فرهنگ در یک گستره جهانی امروزه میبینیم که خب زبان فارسی با یک عالم جنجال های دیگه هم در سطح جهان میتونه روبرو باشه، برای آماده شدن با او چالش ها چقدر میتونه این مؤثر تمام شود و آیا راه های واقعا وجود داره؟ ما این تلاش ها را میتونیم به صورت واقعی بدانیم که برای همگرایی میان اتحاد کشورهای فارسی زبانی اتحاد به میان بیاید؟ خب ما نسبت به این سوال یک چیزی که میخوام تذکر بتونم، من خودم شخصا به عنوان یک فارس تبار از آقای رحمان سپاسگزار هستم. آقای رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در راستای رشد و پرورش زبان فارسی و فرهنگ ما تلاش های هدفمندانه و مؤثری انجام دادن و مسلما در این جغرافیا و در این سرزمین نتیجه بخش بوده و بیشتر مثمر ثمر خواهد بود. ما در هر جا با همتبارای تاجیکستانی موقع وقت ما صحبت میکنم، ما برازنا میگم خوش به حالتون که در یک همچین موقعیت حساس تاریخی خداوند برای شما یک همچین رئیس جمهوری دادن. یعنی یک انسان ایدئال مطلق نیست، بسیار کم هست، پیدا نمیشن، اما تمام کمی ها و کاسی ها ما میتونیم بگیم که آقای رحمان تلاست، تلای برای تاریخ همتبارای تاجیک تاجیکستانی ما. که ما بخواستیم چی بکنم که تاجیکستان و دولت حاکمیت تاجیکستان در این موضوع در این امر پیشگام هست و ما ممنون و به عنوان یک فارسبار فارسبان ممنون و سپاسگزارشان هستیم و در حقشان دعاگو هستیم که تنشان سالم باشد و همون اهداف و مرامهایی که دارن خداوند کمک بکنن که موفق باشن. اما چیزی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه، خب جمهوری اسلامی ایران متاسفانه حرکت های مشکوک داره، حرکت هایی که نمیتونه آدم روی زو زیاد چی بکنن، زیاد روی زو اعتماد بکنن. گامه هایی داره که چندگانه هست. از یک زاویه خب چند وقت پیش یکی از شخصیت های برجسته ما نامش حضور ذهن ندارم، طالبان در تهران رفته بود و با آقای وزیر امور خارجه عکس گرفته بودن و عکسش هم در دنیای مجازی نشر شد. بله بله مولا برادر. و زد و بندهای پیدا و پنهانش با طالبان مشخص است. اینا یک طرف قضیه، اینا مشکوک هست، اینا رنجاور هست، اینا دردآور هست، اینا نسبت به مسائل ما چندین دفعه در سفارت ایران در اینجا مراجعه کردیم، مکتوب برشان نوشتیم، داخل شدیم، گریه کردیم، سرصدا کردیم. خب حتما سفارتشان چی داره؟ مثلا دوربین مخفی داره، حتما همو صدای ما رو، گریه ما رو، داد و بیداد ما رو حتما 100%. یعنی در شرایط دشوار وقتی که پنشیر بسیار در شرایط دشوار قرار داشت، ما اشکاییم برآمد، رفتیم در سفارت گریه کردیم. اینا رو ما خودم اعتراض کردیم رفتیم. اما ای که مثلا در این مقطع رفتم مثلا با رئیس جمهور آقای رئیسی، خب قرارداد امضا کرده و یعنی مسائل روی مسائل فرهنگی، روی مسائل توریستی، تردد اینا به توافق رسیدن، کار خوبی است. من امیدوار هستم که جمهوری اسلامی ایران در این تعهد خود متعهد باشد و کاسه زیر نیم کاسه نداشته باشد. یک طرف قضیه و طرف دوم قضیه مردم ایران هست، همتبارای پارسبار ما و شما هست، در مقابل پژوهشگرایی که در ایران هست، تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته، زحماتی که به خاطر زبان فارسی در ایران صورت گرفته و صورت میگیره، بی نهایت قابل تقدیر هست. یعنی این حسابش با دولت ایران جدا هست.
حسابش به کسای دانشگاه ها و کسایی که عاشق زبان فارسی هستند، کسایی که عاشق ایران هستند، ایران تاریخی هستند، کسایی که عاشق فردوسی هستند، کسایی که عاشق شاهنامه هستند، کسایی که عاشق سلسله شاهان ایران هست، اونا حقیقتا کار کردن و بسیار بنیادی کار کردن و همین کار کرد اونها هستند که امروز در فارس شرقی با تمام جفا و با تمام ضربه زدنهایی که ستم تاریخی افغانی بر پیکره زبان فارسی ضربه زده، اما نتونسته که این زبان را و این فرهنگ را و این تمدن را کاملا محو سازم. از هر دفعه که تبر میزنم، هر دفعه که این پیکره را خونین میسازم، از پیکره خونین از این جوانهای قدرتمندتر و کاربردتر سر بر میزنه که ما امروز میبریم در درون نسل جدید با تمام این رسالت هایی که انجام دادن یک طیف وسیع آگاه و خبره و عاشق زبان فارسی و هویت فارسی سر برداشته که من مطمئن هستم که در ازنای نیچندان دور این تلاش ها و این عشق داشتن ها و این زحمت کشه ها مثمر ثمر خواهد. بله جناب لومانی، در کنار از او بگر بحث را که در آغازم صحبت کردم که خبری که از دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلخ بود بمانیم و تسلط گروه طالبان بر افغانستان، میبینیم که گروه طالبان دروازه های مکاتب را بستن، دانشگاه ها عملا تعطیل هست. خب بانوان که بانوان بخش عظیم جامعه افغانستان از همین مسائل محروم هستند، از سوی دیگر هم گروه طالبان پیوسته اعلان میکنن از بیشتر شدن شمار مدارس جهادی را که اونها روایت میکنن و از ستم و فشار بر سر مردم افغانستان به صورت عموم و فارسی زبان ها به گونه است که اونها شبانه روزی فقط باید به فکر تغذیه خودشان باشن و همچنان به این فکر کنن که چگونه از او جغرافیا و ستمی که هست بیرون شوند. وقتی این و همچنان خب میبینیم که عملا وقتی دانشگاه تعطیل است و دانشجو که از دانشکده زبان ادبیات فارسی فارغ میشه، اجازه برگزاری جشن فراغت بر از او داده نمیشه. میفهمیم که کادرهای دانشکده های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های افغانستان هم متواری شدن و فرار کردن و معلوم نیست که پس از اگر دانشجوی جذب شود، خب کی و اونها و چی را میتواند درس بده. از اون طرف هم ما گواه بودیم که یکی از مقامات گروه طالبان گفت که خواندن زبان فارسی به هیچ دردی نمیخوره و شما نباید زبان فارسی را بخوانین، که در ولایت بامیان گفته بود. وقتی به تمام این مسائل نگاه میکنین، آینده فرهنگ و زبان فارسی را در میان فارسی زبانان افغانستان چگونه میبینین؟ این آینده فرهنگ و زبان فارسی چگونه خواهد بود در افغانستان؟ جناب مجیدی گرامی، از یک زاویه موضوع فاجعه بار است. مکاتب را بستن، دانشگاه را بستن و وجه از مدارس درسای کاش اینا درسای دینی را آغاز میکردن، درسای دیوبندی را آغاز کردن. از یک زاویه اگر وضعیت به این شکلی که اینا برنامه ریزی میکنن یا پلان گذاری میکنن اگر ادامه پیدا بکنن، بعد از 15 سال یک فاجعه بزرگی در جغرافیای پارس شرقی رخ خواهد داد و که او عبارت از یک طیف وسیع کسایی که به شکل متحجرانه نسبت به مسائل مذهبی، دید مذهبی نظر دارن و جامعه رو میخواین به او سمت سو سوق بتن. از یک زاویه این فاجعه هست، حقیقتا یک زنگ خطر هست برای نسل ما، برای کسایی که احساس مسئولیت میکنن، برای کسایی که رسالت تاریخی رو بردوش میکشن. این یک زنگ خطر هست که ما نباید این نسبت به موضوع بیتفاوت باشیم. کسایی که در هر عرصه، هر عزیزی که توانمندی دارد، چه در تمام عرصه ها، یعنی فارس سبارا دارن، در کسایی که در نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی در ارتباط هستن، کسایی که نویسنده هستن، کسایی که اهل رسانه هستن، مثلا شما در این راستا تلاش میکنین،
یعنی ما همگی باید به شکل هدفمند و سازماندهی شده در مقابل این زمین کنش این نیروهای متحجر باید ایستادگی بکنیم و پیام رسانی بکنیم. این وظیفه هست، این کار باید ما انجام بدیم تا اونجایی که ممکن است از این موضوع ما جلوگیری بکنم. چیزی که خوشایند هست، جهان امروز و جهان دیروز نیست. سیستم آموزش میشه از طریق راه دور چی شوه، برنامه ریزی شوه، دنبال شوه، کسایی که دنبال آموزش هستن، دنبال دانش هستن، خب از این طریق. و دنیای رسانه ها رو ما نباید استکم بگیریم، همین دنیایی که یعنی دنیای امروز دنیای دیروز نیست. دنیای امروز بسیار ما با هم نزدیک هستیم، دهکده جهانی گفته شده، یعنی می قش بخصوص قش جوانه که این دمی جریان 20 سال حضور جامعه جهانی را 20 سال حضور دموکراسی نیمبند در افغانستان، اگرچند خب دستگاه حاکمان کوشش کردن دموکراسی رو بلجن بکشن، در انتخابات در همش تقلب کردن، اینا هدفمند بودن، اینا اصلا این کار کردن که باید ما به مرحله که باید برسیم. اگر اینا بسرا انتخابات رو به گند نمی‌کشیدن، مردم به انتخابات باور می‌داشتن، مردم به دموکراسی باور می‌داشتن، مسلماً خب بیشتر و بیشتر ایستادگی می‌کردن. اینا همه چیز قصداً به گند کشیدن. اما اینمی نسلی که نظامی دموکراسی نیم بند یک طیف وسیعی است به خصوص فارسی زبان‌ها، اینا احساس مسئولیت بکنن، اینا نباید اینمی چی خود فراموش بکنن، رسالت تاریخی خود فراموش بکنن، نباید احساس شکست بکنن. ما نگاه بکنیم اینمی وضعیت که حالا فعلا در پارس شرقی به وجود آمده، از این وضعیت من عرض کردم که یک زمانی و اصلا 1400 سال پیش هم یک همچنین وضعیت پیش آمد که زبان فارسی کلن از منطقه محو شد، اصلا کلن نابود شد، حاکمیت همشی به زبان بیگانه بود. اما بالاخره یک مرد، یک کس پیدا شد که بالاخره اینمی وضعیت شسان و بعد از فردوسی و این نسل هم از درونشان نباید احساس یأس بکنن، نباید احساس ناامیدی بکنن. هر انسان ای از یمی، هر عزیزی در درس خوانده چیز فهمه، خودش اگر قبلای سفار دیگی در مسیر تاریخ حس بکنه و یک فردوسی دیگر در تاریخ حس بکنه و استادگی بکنه، روشنگری بکنه. من عرض کردم از یک زاویه ای دردآور است، از یک زاویه ای فاجعه بار هست، از یک زاویه ای باید اطلاع رسانی شود، باید تلاش شود، باید کوشش شود در سطح داخلی و خارجی نیروهای متحجر و عقبگرا و ستمگر طالبان به اصطلاح مجبور شود که عقب نشینی بکنه، اگر خب سخت است که عقب نشینی بکنه. و در بعد دوم در سطح جهانی ما امروز چقدر زیاد در تمام کشورها داریم عزیزان، داریم که در نظریه پرداز هستن، عزیزان داریم که زبان میفهمن، حقوق میفهمن، اهل قلم هستن، اهل اندیشه هستن، اهل برنامه هستن. اینا باید بسیج شون، اینا باید سازماندهی شون. اختلافات سلیقه‌ای که ما داریم باید کنار بگذاریم. ولی مثلا با خیلی چیزا که من نام میبرم، مثلا با خراسان میگن ما با خراسان موافق نیستم، باختران ما با باختران موافق نیستم، اما کسی که بنان باختری گفته پیش میشه ما در کنارش هستم، کسی که بنان خراسان گفته پیش میشه ما در کنارش هستم. یعنی اختلافات سلیقه‌ای کوچیک ما باید کنار بذاریم، باید در پهلوی هم دیگه احساس شویم، روشنگری بکنیم و تشکل به وجود بیاریم، حرکت بکنیم و نگذاریم که خاک ما و سرزمین ما و تاریخ ما و نسل ما به انقراض و به بدنامی کشیده شود. بله، از سوی دیگر میفهم که وضعیت که پیش آمده، یک شمار زیاد از فارسی زبانان شهروندان افغانستان تبعید شدن از افغانستان، مهاجر شدن، پناهنده شدن به کشورهای دیگر، چه بسا که در طول امی تاریخ ای وضع تکرار بوده و در گذشته ای اتفاق افتاده و ما میبینیم که امروزه شمار زیاد از انسانهای از افغانستان پراکنده هستند در سراسر جهان. ما میخوایم که از شما بدانم که شما فکر میکنین کسانی که مهاجر شدن اینها چطور میتونن در قسمت حفظ فرهنگ و زبان فارسی کار بکنن؟ مثلا کسی که در افغانستان خب درس خوانده با زبان فارسی صحبت میکنه، چه بسا مینویسه، کتاب میخونه، آشناست، ولی پس از او فرزندانشان و کودکانشان وقتی در کشورهای بیرون از زبان فارسی درس میخوانند، شاید به یک نحوی زبان فارسی را صحبت کنند، ولی خب فارسی زبانی که فارسی گپ زده بتانه، اما
فارسی نوشتن نتانه و فارسی نتانه بخونه، کتاب فارسی نتانه بخونه، چه آینده ای خواهد داشت؟ شما فکر میکنید چه کاری را باید در پیش بگیرن تا این اتفاق نیفته؟ جناب مجیدی گرامی، کسایی که در خارج رفتن، در کشورهای خارج مهاجر شدن، نسل اول و دومش ممکنه که حتما عشق به سرزمین، به زادگاه و زبان، فرهنگ و مفاخر داره، اما هر چقدر این نسل بیشتر شده، این نسل بعدی در درون کشورهای میزبان حل خواهد شد. یعنی یک چیزی حتمی است. کشورهایی که مهاجر کم داره، مثلا در سرحد چند هزار هست و این چند هزار در چندین شهرها متفرق هست، اینجا خب آنچنان انمی نسلی که آلا هست اینا میتونن مؤثر واقع شود، در صحنه لابیگری، در صحنه تظاهرات، در صحنه حرف گفتن، سخن گفتن. و امید از این هم هست که اگر کشور ما و شما، سرزمین ما و شما یک وضعیت مطلوب واقع شود، اینا پس برگردن. حتی من اطمینان دارم که تعداد کسایی که هستن، اگر حتی شرایط زمینی جنگای مسلحانه برشان مساعد شوند، اینا در کشورهای پیشرفته مگه باشد پس بر میگردن، سلاح به دست میگیرن، به خاطر کدومو تعلق خاطر نسبت به خاک، نسبت به سرزمین، نسبت به میهن در وجود ازا زنده هست. اما نسل دوم و سوم از اینا من فکر نمی کنم که به خاطر برگردن به خاطر کشور مثل خراسان یا پارس شرقی یا باختریان یا افغانستان، بنده اینجا مثلا در آلمان متولد شده باشد، در انگلستان متولد شده باشد، گویا در کشور سلاح به دست بگیرن، ها در یک شرایط خوب و یک شرایط مطلوب ممکن برگردن با عنوان که پدرانشان خاطران چی کردن. اما کشورهایی که حجم مهاجرین زیاد هست، مثلا به طور مثال در استرالیا حجم مهاجرین زیاد هست، زبان فارسی رو تقریبا یک برایشان رسمیت بخشیدن، در کانادا در بخش شهرها زبان فارسی زیاد هست، آموزش و سیستم آموزش به زبان فارسی رو انداختن و فرزندانشان زبان فارسی یاد میدن. اینا کارهای مؤثر هست، کارهای ثمر بخش هست، کارهای مفید هست. اما کسی که در کانادا متولد شده، در کانادا بزرگ شده، در کانادا خودش ناخته و زبان فارسی رو حتی اگر خیلی هم خوب بلد باشد، دیگه او تبعی کانادا هست، او در دو جغرافیا متولد شده و کانادا رو سرزمین اولیه خود میدونن، ممکن در بعضی مسائل نسبت به زبان فارسی و پارس شرقی تعلق خاطر داشته باشد، اما او دیگه متعلق به نمو جغرافیای کانادا هست. چیزی که برمیگرده به تاجیکستان و ایران که حوزه تمدنی زبان فارسی هست، اینجا اگر عزیزانی که در اونجا مهاجر شدن، مثلا پناهنده شدن، رفتن، ما خواهش ما، ما تقاضای ما، ما عرض ما خدمت از این سرورهای بزرگایی است که با تمام توان کوشش کنند که فرزندانشان درس بخوانند. یعنی شرایط تحصیل هم در تاجیکستان، البته نسبت به تاجیکستان من زیاد آگاهی آنچنان ندارم، اما در ایران مثلا تا اونجایی که من میشناسم، تا اونجایی که اقارب من در اونجا هستن، تا اونجایی که اقارب من در اونجا زندگی میکنن، من نمیگم که محدودیت وجود نداره، محدودیت بسیار ناچیز وجود داره که محدودیت های ناچیز را باید دوستا و عزیزان متحمل شوند، متقبل شوند و کوشش بکنن و تلاش بکنن که فرزندانشان درس بخونن، درشتهای خوب درس بخونن و نزدیک هستن، افغانستان و ایران نزدیک هستن، ما دارای یک فرهنگ، یک هویت، یک تبار هستیم و اینا میتونن در آینده یک بنان کادرهای برجسته علمی و تخصصی درد کشور ما، درد سرزمین ما، درد مردم بخورن. یعنی زوایای مختلف مهاجرین هست که من خدمت شما هستم. بسیار تشکر. جناب لومانی، به عنوان پرسش آخر برای صحبت‌های امشب ما، شما در لابلای صحبت‌هایتان از همچنان اختلافات سلیقه‌ای میان فارسی زبانان هم صحبت کردین و اشارات داشتین در پهلوی از او که خب مشکلات دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. ما میخوایم به عنوان سوال آخر از شما بپرسم و بدانم که آیا امیدی و راهکاری برای انسجام فارسی زبانان وجود داره که این انسجام باعث کارهای شبکه از مشکلاتی که ما در جریان از صحبت کردیم دیگه
این مشکلات وجود نداشته باشه و به حداقل رسیده باشه؟ جناب مجدی گرامی، امید رو باید خلق کرد. یعنی در سختترین شرایط، در دشوارترین شرایط، مردان بزرگ، مردان که انگیزه دارن، مردان که در تاریخ به عنوان شخصیت ها مطرح شدن، اینا امید رو خلق کردن، امید رو به وجود آوردن. ما و شما و دوستا و عزیزان که مرتبط به این نسل هستیم، ما موظف هستیم که ما ناامید نشویم. ما با تمام تلاش، با تمام توان، با تمام کوشش، هر کسی در هر عرصه‌ای که مهارت داره، تخصص داره، پازل ما در نظر بگیریم، هر کسی در یک جای پازل مناسب است باید قرار بگیرن. هر عزیزی که در هر عرصه تخصص و مهارت داره تلاش بکنه که امید را خلق بکنه، امید را به وجود بیاره. بسترهای هر چند وجود داره، به طور مثال خب جبهه مقاومت هست، به طور مثال خب در بعضی مسائل با جبهه مقاومت من خودم شخصا بیرق نادرخانی رو بلند میکنن، مثلا وحدت ملی افغانی روش صحبت میکنن، اینا رو من طرفدارش نیستم، اما خب بازم جبهه مقاومت برای من قابل قدر هست. همین که سلاح گرفته از هویت ما، از سرزمین ما در مقابل سم تاریخی ایسان شده، قابل قدر است، قابل تقدیر هست. و عزیزانه که به خصوص عزیزانه که سلاح گرفتن و حضور فیزیکی در جبهات دارد، دستانشان قابل بوسیدن هست و ما با تمام توان به عنوان بخش فرهنگی در کنارشان هستیم و در خدمتشان هستیم و به عنوان یک انسان خداپرست دعاگویشان هستیم. و جرانهای دیگه ای هست، اصلا خب جران جناب هستن، نه من مشخصا نام نمیبرم، نام شما حضور زنم ندارم، مثلا جناب پدرام هست و جنبش حق تعیین سرنوشت هست که این ملی افغانستان، دیگر جران هستن، دیگر جران های هستن، تشکل های هستن، انجمن های هستن که اینا به شکل هدفمند و به شکل سیستماتیک دارن تلاش میکنن که این زمین وضعیتی که ما وجود داره ما بیرون شد. من به عنوان نمونه بسیار کوچیک خدمت شما عرض بکنم، مثلا میخواستن برای خانم محبوب سراج جایزه نوبل بدن، اما یک تعداد دوستان بسیار به موقع، بسیار بزنگا جمع شدن، نامه نوشته کردن، تومار جمع کردن و مرجعی که جایزه نوبل میده فرستادن و بعد از پنج ساعت یعنی شب این نامه فرستاده شد و صبح صبحش خانم سراج از جایزه حذف شد. یعنی این تلاش ها منطقی تلاش ها باید از سمت سو داده شود. ما نیازمند یک پلتفرم قوی تر هستیم و این باید به وجود بیاید. این ما عزیزا دوستا برخوردهای سلیقه‌ای را کنار بگذاریم. ما در قبال تاریخ، در قبال خداوند، در قبال نسل امروز و در قبال نسل های آینده ما مسئول هستیم، ما جوابدهی هستیم، ما باید حساب بتیم، ما مسئولیت داریم. یک وضعیت دشوار، یک ویرانی به درپیشوی ما هست، یک بارای سنگین تاریخی بر شانهای ما هست. با تمام این موضوع ما مسئولیت داریم، ما رسالت داریم، باید قدرتمند و پرقدرت باید بلند شویم، باید سرپای سر شویم، تسلیم نشویم و این خاک و این سرزمین و این فرهنگ و این تمدن با او همه شکوه تاریخیش نباید به دشمن واگذار بکنم. دشمن که هیچ ریشه نداره، دشمنه که در بعضی مسائل اصلا ما روش خل نکنیم که اینا چی موجودات هستن. جا خالی کردن، سرزمین خالی کردن برای یک همچین موجودات ننگ تاریخی است که ما نباید مرتکب شدیم. جناب میرحمد لومانی، نویسنده و پژوهشگر، سپاسگزار هستیم که لطف کردین و بر ما و مخاطبان ما فرصت گذاشتین. با امید از اینکه بتانیم در آینده هم از روی مسائل از این دست از شما بیشتر بدانیم و با شما و دوستان دیگر صحبت. سپاس از شما جناب مجیدی گرامی، سپاس از تلاش شما، سپاس از این که همی کانال نخبگان بسیار نام خوب هست، صدارسانی یا صدای نخبگان میتونم چی بکنم، همی مجموعه شما را اسم گذاره بکنم، صدای نخبگان یک امر نیک و یک امر خوب و مسئولانه هست. من ممنون و سپاسگزار شما هستم، ممنون و سپاسگزار که دوستانی که با شما همکار هستن. حتما چشم در گفتمان دیگر، نشست های دیگر من حتما 100% در خدمت شما
و در خدمت شنوندگان شما خواهم بود. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و دست شما رو میفشارم.